فقط خبرها. درخواست اتحادیه اروپا از حکومت ایران و معترضان برای خودداری از خشونت. سپاه میگوید ناآرامی ها در بیش از 100 شهر مهار شده. ادامه فضای امنیتی در ایران همزمان با برگشت محدود اینترنت. کاربران در بعضی از شهرها آنلاین شدند. سکوت ایران درباره کشف ذرات اورانیوم در یک مکان اعلام نشده. آژانس میگوید منشأ آلودگی باید هر چه زودتر روشن شود. سلام عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در هفتمین روز از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران که بنابر گزارش‌ها جان بیش از 100 نفر را گرفته، سپاه پاسداران میگوید ناآرامی‌ها در بیش از 100 شهر مهار شده. بنابر گزارش‌ها فضای امنیتی هنوز در بسیاری از مناطق حاکم است. بعد از 5 روز قطع تقریبا کامل اینترنت، حالا دسترسی به اینترنت در بعضی از شهرها و دانشگاه‌ها دوباره برقرار شده، هرچند در بسیاری از موارد به صورت محدود و با سرعت کم. در همین حال اتحادیه اروپا ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان و آسیب دیدگان ناآرامی‌ها گفته که مشکلات اقتصادی و اجتماعی باید از طریق گفتگوی فراگیر حل شود، نه با استفاده از خشونت. اتحادیه اروپا از نیروهای امنیتی خواسته که حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند. از معترضان هم خواسته که اعتراضهایشان را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند. کسری ناجی گذشت می‌دهد. ناآرامی‌های چند روز اخیر فروکش کرده و حالا مقام‌های ایران از ابعاد گسترده آن سخن می‌گویند. آنچه که آنها دیروز آن را پیروزی خواندند. این یک روایت، حداقل 2000 میلیارد تومان خسارت آتش سوزی‌ها، نزدیک به 200 میلیون دلار، 180 جایگاه بنزین سوخت، 450 بانک تنها در 4 شهر، 80 فروشگاه زنجیره‌ای، 120 آمبولانس. تازه خیلی از شهرها میزان خسارت‌ها را اعلام نکردند. سفیر ایران در لندن در توییتر خبر از توطئه انفجار پالایشگاه اصلویه را داده و سیستم تلفن همراهی کشور و میگوید کار هسته‌های شورشی سازمان یافته بوده. اغتشاشات چند روز پیش که عوامل دشمن در برخی شهرها ایجاد کردند موجب سلب آرامش از هموطنان. تلویزیون ایران هم در اقدامی قابل پیش بینی در این شرایط اعترافات کسانی را پخش کرده که میگوید عوامل بیگانه در ناآرامی‌های روزهای گذشته بودند. این بار با اسم رمز آشوب فرصت را غنیمت شمردند. اینجا اعترافات زنی در ویدیویی قطع قطع شده. زنی که میگوید به سلیمانیه عراق رفت و آمد داشت. زنی که در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که در بوکان گلوله خورده بود و ماموران پلیس گفته بودند که او کشته شده. سال 73 از خونه فرار کردم، رفتم سلیمانیه. دیگه شب اونجا بودم، سوالی اینا کردم. حالا شاید 10 بارم به پیشنهاد دادم مثلا برای تشکیلاتش کار. پشت ولایت هستی. در همین حال راهپیمایی هواداران حکومت هم در شهرهای مختلف در محکوم کردن ناآرامی‌ها ادامه داشته. راهپیمایی‌هایی که به آن راهپیمایی دفاع از اقتدار و امنیت نام دادند. حکومت می‌گوید حجم این راهپیمایی‌ها نشان از حمایت گسترده مردمیان دارد. معلوم نیست که اگر مخالفان هم همین آزادی و حمایت‌ها را داشتند با چه حجمی به خیابان‌ها می‌آمدند. دولت که برای کم کردن از خشم معترضان به گرانی بنزین پرداخت یارانه‌های بنزین را جلو آورده، امروز اعلام کرد که یارانه 20 میلیون نفر دیگر را واریز کرده. دولت میگوید از جمعیت 80 میلیونی کشور 60 میلیون نفر به یارانه نیاز دارند که بر حسب بزرگی خانوار به هر خانوار بین 55 هزار تومان تا 200 هزار تومان پرداخت می‌شود، چیزی بین 5 تا 20 دلار در ماه. خبرها امروز حاکی است که اینترنت در بعضی از نقاط کشور به تدریج دوباره به جهان خارج وصل شده، چیزی که باعث محکومیت حکومت در داخل و خارج شده بود. حالا ممکن است ابعاد واقعی ناآرامی‌های چند روز گذشته بهتر روشن شود. کسری ناجی، بی بی سی.
ژیار گل همکارم اینجا در استودیو با من هست. ژیار، در گزارش کسرا بخشای از این اعترافی که از این خانم پخش شده بود رو دیدیم، مشخصا در همون هلوش 10 ثانیه 12 ثانیه 3-4 بار کات خورده این اعترافی که ازشون پخش شده، چی رو نشون میده این مسئله؟ اگه یادت باشه مجید، چند ماه پیش ما گزارش تحقیقی درباره اعترافات اجباری کسانی که متهم شده بودند دانشمندای استی رو ترور کردن با اونا داشتن. من با مازیار ابراهیمی و چند نفر دیگه که در گزارش حاضر نشدن آماده بشن پرسیدم چجوری این اعترافات ضبط میشه. خود اونا میگفتن ما اصلا تعجب کردیم که اینا تونستن یک اعتراف از اون بیرون بیارن، چرا که هی مرتب از ما سوال میکردن، دوباره میگفتن تکرار کن دوباره. و به نظر میرسه بعد گفتن وقتی که ما اعترافات رو بعدن که آزاد شدیم دیدیم اینقدر برود پشت هم گذاشته بودن، بعد مشخص شد چجوری این اعترافات رو ازش بیرون کشیدن. به نظر میرسه مشخص نیست این خانم در چه شرایطی به سر میبره، وضعیت چجوریه، چرا که شایع شده بود از طرف خانواده‌اش که ایشون کشته شده، بعدها دیشب در تلویزیون ایران ظاهر شد و اعتراف کرد که رفته سلیمانی عراق، بعد برگشته ایران و ظاهرا اونجا کار سازماندهی این تظاهرات رو حداقل در شهر بوکان هم کرده. چیزی که ما میدونیم الان در ارومیه هستش و در وزارت اطلاعات نگهداری میشه، اطلاعاتی که به ما دادن از داخل اون شهر. اما مشخص نیست در چه شرایطی این اعترافات ازش گرفته شده و چه تشابهات زیادی با اون اعترافات دانشمندای متهمان دانشمندای اتمی داره. اونا هم اعترافاتشون بریده بود. بعضی از اون افراد فقط به جرم اینکه به کردستان عراق سفر کرده بودن گفته بودن اینا از طریق کردستان عراق به اسرائیل رفتن، آموزش دیدن، بعد برگشتن دانشمندان هسته‌ای ایران رو ترور کردن، که بعدها هم مشخص شد اون سناریویی بود که توسط ماموران وزارت اطلاعات نوشته شده بود. خود مقام‌های دولتی، سخنگوی دولت، سخنگوی قوه قضاییه، وزیر اطلاعات وقت ایران اعتراف کردند که اون اعترافات 7 سال پیش ساختگی بوده و به این افرادی که متهم شدن غرامت دادن. و حتی یکی از نمایندگان مجلس تهران آقای محمود صادقی می‌خواستن یک طرحی رو به مجلس بدن که کلاً پخش اعترافات از صدا و سیما رو ممنوع بکنن، اما خب ظاهراً دیدیم دیشب که این روند ادامه داره و این اعتراف رو به هر حال پخش کردن. معلوم نیست تحت چه شرایطی بوده. اینم گزارش تحقیقی تو عملا منجر به یک رسوایی بزرگ در داخل حاکمیت ایران شد و اما باعث نشد که پخش این اعتراف ها متوقف بشه. بعد از اون هم چندین بار اون اتفاق افتاده، گفته شده بیش از 1000 نفر در ایران دستگیر شدند و از وضعیت اونها هم هیچ اطلاعی در دست نیست. نمیدونیم به چه شکل هست نگهداریشون، کجا نگهداری میشن، چه تعداد از چه کدوم شهرها هستن. به صورت پراکنده اخباری اومده. چی میدونیم راجع به این بازداشت شده؟ ببین، در خیلی از در کشور به خصوص در دانشگاه ها افراد زیادی دستگیر شدن. اشاره شد که در تهران با آمبولانس اومدن داخل دانشگاه تهران و چیز حدود سازمان‌های دانشجویی 40 تا 50 نفر دستگیر کردن. در سنندج من چیزی که از کسانی که اونجا هستن شنیدم میگفتن اینقدر مردم رو بازداشت کردن جا نبوده اینا رو بردن به پادگان‌ها. یعنی در بازداشتگاه‌های جایی مثل زندان یا خود وزارت اطلاعات یا دستگاه امنیتی جا نبوده، اینا رو منتقل کردن به پادگان‌ها. در شهری مثل بوکان که شهر بسیار کوچیکیش، نیروهای امنیتی به حدی اونجا زیادن، نیروهای امنیتی در سالن فوتبال اون شهر اسکان داده شدن. یعنی این نشون میده که افراد زیادی بازداشت شدن. همچنین با خانواده‌های ما صحبت کردیم در سراسر کشور که هنوز نمیتونن چه سرنوشتی بستگانشون داشتن. میگن در یکی دو روز اول تظاهرات اونا از خونه خارج شدن، هنوز برنگشتن. اونا نمیدونن آیا این فرد دستگیر شده، زخمی شده در بیمارستان یا کشته شده. مقامات دولتی هیچ اطلاعاتی درباره اونها در بسیاری از موارد ندادن. از طرف دیگه داستان‌های افرادی که کشته شدن داره آروم آروم در فضای مجازی میاد بیرون. مثلا زنی کشته شده در ملارد که مادری 40 ساله است، یه بچه 3.5 ساله داره، یه بچه 8 ساله داره، جنازه رو تحویل دادن، شبانه دفن شده. یا مثلا در مریوان پسر 27 ساله کشته شده که 2 هفته پیش ازدواج کرده بود. یا مثلا در جای دیگه در کرمانشاه پسر
21 ساله که بیکار بوده و میره اونجا اعتراض کنه به بیکاری که با گلوله کشته میشه. داستان‌های فراوانی اینچنینی شنیده میشه و ظاهراً خیلی از مردم تونستن جنازه ها رو پس بگیرن، اما بهشون گفته شده باید آروم بدون سر و صدا و بعضن در تاریکی شب اینا دفن شدن. ممنونم از جیار گل همکارم جلوی استودیو. ما روی خط اسکایپ امیر کیانپور پژوهشگر فلسفه سیاسی از پاریس به ما پیوسته. آقای کیانپور، تصویر تیره و تاری است از آنچه که در چند روز گذشته پیش آمده. چقدر فکر میتونستید پیشبینی بکنید که در سال 2019 دولتی یا حکومتی چنین برخوردی با این خشونت به این اعتراض ها بتونه بکنه؟ سلام خدمت شما بینندگان. این در واقع خشونت جزئی از پروژه اون چیزی بود که بعداً باعث ایجاد خشونت شد. شما ببینید که ما قبل از این اتفاقات تظاهرات دیماه 96 رو داشتیم و اون هم در خلأ اتفاق نیفتاده بود، محصول در واقع چند دهه سیاست‌های اقتصادی که به قبل از حتی تحریم و بحران و اقتصادی برمیگرده و جمهوری اسلامی نشون داد در این در واقع چند دهه اخیر از شرایط بحرانی و از آشفتگی و گیجی که در واقع این شرایط ایجاد میکنه برای پیشبرد یک برنامه اقتصادی ایجاد میکنه و این رو در این مورد خیلی به وضوح دیدیم. از این بابت من فکر میکنم که خود در واقع خشونت جزئی از پروژه بوده بدبخت. و چقدر فکر میکنید جمهوری اسلامی اولا میگه که آنچه که اتفاق افتاده دسیسه است و از قبل برنامه ریزی شده بوده، رهبرانی داشته در داخل و اونها هدفشون این بوده که دست به تخریب بزنن و دیگران رو تهییج بکنن، چقدر فکر میکنید این خانش، این روایت رو مسئولان خود جمهوری اسلامی باور دارند یا این رو در واقع میخوان به خورد مردم بدن بیشتر؟ اگه دسیسه‌ای در کار بوده، در واقع خود همین افزایش 3000 تومانی بنزین بوده که یک شبه در نیمه شب به مردم اطلاع داده شد و در یک فرایند غیرقانونی یک نهادی که جایگاه حقوقی قانونی نداره در واقع این رو اعلام کرد و تصمیم گرفت و مجلس رو دور زد. و اگر واقعا از دسیسه بخوایم حرف بزنیم، از یک دسیسه حکومت علیه مردم میشه در واقع حرف زد. این که خود اونها چقدر باور دارن، من فکر میکنم خودشون هم میدونن که در واقع چنین حرفهایی برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست. در حال اون چیزی که به عنوان خشونت امروز شاهدش هستیم در جامعه یه شبه به وجود نیومده و محصول در واقع سالهاست که صدای مردم شنیده نشده، مردم نماینده اینا داشتن حرف بزنن و از این بابت خشونت بدبن متوجه خود دولت هست و اصلا فرصت و امکان در واقع سازماندهی وجود نداشته در این فرایندی که این تصمیم اعلام شد و واکنش طبیعی مردم بوده به اون چیزی که اتفاق افتاده، کاسه صبرشون لبریز شده و انتظارش رو میشد داشت بعد از چیزی که در دیماه 96 اتفاق افتاد. آقای کیانپور، شما آینده رو چطور می‌بینید؟ اگر خیلی کوتاه بتونید بفرمایید، چندین بار حاکمیت جمهوری اسلامی موفق شده که این شکاف‌ها رو پر بکنه. فکر می‌کنید این بار هم این کار رو موفق خواهد شد بکنه؟ ببینید، راجع به آینده به هر حال من واقعا نمیتونم صحبت کنم، پیشگویی کنم، در واقع پرسش نادرست پاسخ درست نمیشه داد. من اجازه میخوام یه تو این چند دقیقه یک چیزی در مورد گزارش قبلیتون دیدم اون رو توضیح بدم. و اون اینکه شما اشاره کردید که یک گروهی به اسم مردم در گزارش اومده بود که به صحنه آورده حکومت و به هر حال گویانگار مردمی در برابر مردمی قرار گرفتن. این مفهوم مردم خیلی مفهوم مجادله آمیزیه و جدالش هم در واقع یه بخشی از در واقع همین جدال هم بر سر خود معنا و مفهومشه که این مردم کی هستن و این جدال هم در خیابون اتفاق میفته
و اون مردمی که بهش در واقع حاکمان جمهوری اسلامی اشاره میکنن، خب مردم تو خالی است از این بابت که حتی علی‌رغم این همه لشکرکشی، فراهم آوردن شرایط، پوشش تلویزیونی، نمایش بیرمقی است در نهایت. و اگر واقعا یک سنجی داشته باشیم که در واقع مردم کیست، یه جوری باید گفت خب سه تا در واقع معیار رو میشه گذاشت، که استقلال خداینیه کسایی که هستن و خودشونو مردم معرفی میکنن از حکومت و دولت و هرچقدر مستقلتر باشن به هر حال مردمی ترن، و هرچقدر که کثرت و گستردگی در حاشیه ها بیشتر باشه در واقع باز هم بیشتر میتونیم بگیم مردمی ترن، و هر وقت هرچقدر هم خواستشون در واقع عمومی تر و جهان شمول تر باشه. در مورد آینده در این حال من یه نکته کوتاه فقط بگم، خواهش می‌کنم، این که به هر حال این پروسه‌ای که آغاز شده، اصلاح قیمت بنزین، بخش از این پروژه بزرگتریه، هم اصلاح ساختار بودجه، اون چیزی که ازش دفاع میکنن در جمهوری اسلامی، اصلاح یارانه‌های کالاهای اساسی هم هست و در واقع قطع سوبسیدها هم هست، و این در واقع پروسه آغازی است از همین اصلاحاتی که خب مردم قطعا بهش واکنششون خواهند داد و با سرکوب هم نمیشه کنترلش کرد. ممنون از آقای کیانپور، امیر کیانپور، پژوهشگر فلسفه سیاسی. همانطور که گفته شد، بعد از 5 روز قطع تقریبا کامل اینترنت در ایران، دسترسی به این شبکه جهانی به صورت محدود دوباره برقرار شده. ساعتی پیش وبسایت ناظر نت بلاکس گزارش داد که میزان دسترسی به اینترنت در ایران از 5% به 10% رسیده. از صبح امروز اینترنت در بعضی از شهرها و دانشگاه‌ها و بخش‌هایی از تهران پایتخت وصل شده، هرچند در مواردی به صورت محدود و با سرعت پایین. شورای امنیت کشور گفته بود که در مرحله اول اینترنت دانشگاه‌ها، کسب و کارها و استان‌هایی که شرایطشون آروم باشه وضع خواهد شد. فرین آسمی گزارش میده. اتصال محدود بعضی از کاربران اینترنت به شبکه جهانی از داخل ایران. وبسایت نت بلاکس که وظیفه نظارت بر شبکه جهانی اینترنت را بر عهده دارد، با شروع اعتراض‌ها در ایران و قطع اینترنت، مرتب وضعیت دسترسی به شبکه جهانی در ایران را کنترل کرده. نت بلاکس برآورد کرده که خسارت هر روز قطع اینترنت برای ایران 60 میلیون دلار بوده. پیش از این شورای امنیت کشور گفته بود دانشگاه‌ها، کسب و کارها و استان‌هایی که اوضاع در آنها آرام باشد، در مرحله اول وصل خواهند شد. میخوام بهتون نشون بدم که چطوری اینترنت ایران اینترانت شده. قطع شدن اینترنت این روزها نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته. بعضی از نمایندگان مجلس هم به آن واکنش نشان دادند. دسترسی نداشتن به اینترنت التهاب و استرس ایجاد می‌کند. بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی با قطع شدن اینترنت تعطیل شده و این مسئله موجب نارضایتی مردم است. محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، گفته قطع اینترنت مشکلات زیادی برای دانشگاه‌ها ایجاد کرده و مراودات دانشگاه‌های ایران با جهان تحت تاثیر قرار گرفته. دانشجویان زیادی هم برای تحقیقات خود با مشکل مواجه شدند. علی کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران، گفته بود از زمان قطع اینترنت در ایران در صادرات مشکلاتی به وجود آمده و اتاق بازرگانی اطلاع ندارد که محموله‌هایش کجاست و وضعیت کشتی‌ها چطور است، و اگر قطع اینترنت طولانی شود، اقتصاد ایران بسیار ضرر خواهد کرد. سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، درباره تأثیر قطع اینترنت بر بازار سرمایه گفته بود که در روزهای اخیر شاخص این بازار نزدیک به 4500 واحد کاهش داشته است. اما وصل شدن اینترنت در ایران مخالفانی هم دارد. حسین طیبی فر، جانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه: چرا باید اینترنت بدون کنترل باز باشد، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی بر بحث اینترنت ملی تاکید کرده است؟ حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، هم گفته حالا بهترین فرصت است که ایران به اینترنت ملی بپیوندد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته بارها تلاش کرده اینترنت ملی را راه اندازی کند. دولت حسن روحانی بودجه زیادی هم برای آن اختصاص داده است. با این حال محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، بعد از شروع اعتراض‌ها و قطع اینترنت گفت چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد و شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست. دسترسی به اینترنت در ایران به آهستگی در حال بازگشت است. این شبکه ارتباطات جهانی به صورت محدود در بعضی از مناطق ایران دوباره وصل شده. هرچند معلوم نیست که بازگشت کامل آن چقدر طول بکشد. فرین آسمی، بی بی سی.
اما قطع اینترنت و حصر رسانه‌ای که در 5 روز گذشته بر ایران حاکم بود بسیاری از شهروندان رو هم نگران کرده بود. منوچهر از شهریار حالا به ما پیوسته. منوچهر کمی بهمون بگو که در این چند روزی که اینترنت قطع بود به شما چطور گذشت؟ البته هنوزم قطع در اطراف ما مطلقایی که میگن چند درصد اینا ما نمیبینیم. حقیقت من و همسرم هرچند خب سال خورد منفعلم هستیم بالای 60 سال ولی مثل رابینسون کروزوه از موضوع دوتایی مانده بودیم توی جزیره بیخبری از جهان. فقط آسمان میدیدیم، نه صدای گلولهی میامد که بدانیم مثلا چه خبره از موضوع، نه ماشین داشتیم که بریم شهر و ببینیم. تو روستا حقیقت این و یه جزیره دور افتاده بی خبر از جهان بودیم، مگر گاهی مثلا ساعت چند یه خبری کنم. خب چون از اینجا خبری نمی رفت بسیار محدود بود و ما خبر آنچنانی نداشتیم. حقیقت فقط از طریق چیز فهمیدیم این کرایه ها که یه تاکسی تلفنی روستا که بلافاصله 5,000 تومان یه نفر اونم قطع بود تمام، یه نفر فهمیدیم که 5,000 تومان بوده روی کرایش. از هم بزرگ و فامیلی هم که داشتیم خیلی وقت بود ندیده بودیم، حالا چرا حوض کرده بود این آدم مثال خورد بیاد به ما سر بزنه. به دلیل نبودن اون نمیدونم لوکیشن اینترنت میگن چه میگن که جا و مکان نشان میده، با یه راننده حدود 5-6 ساعت تو این کوچه بابا یا روستاهای اطراف، یعنی از ظهر که ما نهار منتظرش بودیم برای شام بعد وقت خسته و کوفته رسید. ما که بسیار بیخبر ماندیم از جهان، هیچی نه. یعنی در روستاها هم ظاهراً شرایط طوری شده که دیگه وابستگی به اینترنت اونقدر هست که فکر کنم ارتباطمون متاسفانه قطع شد با ایشون. ولی جالب بود که چقدر در حتی خارج از شهرها در روستاها هم وابستگی به اینترنت اینقدر زیاد هست. اما نکته دیگه که شاید در مورد قطع اینترنت باید بگم این هست که گزارش ها نشون میده که در طول 5 روز گذشته که اینترنت قطع بوده 300 میلیون دلار خسارت به دولت ایران وارد شده به دلیل اینکه کسب و کارها نتونستن کارهاشون رو انجام بدن و مسائل دیگه. این گزارشی هست که همون نت بلاکس منتشر کرده و تخمینی هست، اما چیزی هولوش 300 میلیون دلار خسارت رو اونها پیش بینی میکنن برای دولت ایران. اما بریم سراغ خبر دیگری. رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که هیئتی از این سازمان هفته آینده با مقام‌های ایرانی درباره کشف ذرات اورانیوم در یک سایت اعلام نشده در تهران گفتگو خواهد کرد. کورنل فروتا گفته که ایران درباره منشأ این آلودگی اطلاعات تازه‌ای ارائه نکرده. بیانیه او همزمان با نشست شورای حکام آژانس برای بررسی اقدام ایران در کاهش تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای برجام صادر شده. آقای فروتا از ایران خواسته تا برای اجرای کامل تعهداتش در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی با آژانس کاملا همکاری کند. بهروز بیات کارشناس پرونده هسته‌ای ایران از وین با ماست. آقای بیات، اشاره به این سایت نمیشه، اشاره به این محل نمیکنه آژانس، ولی کم و بیش دیگه همه میدونن که منظور ترقوزآباد هست. ایران هم همزمان گفته که آژانس به ما هیچ توضیحی در مورد خانومی که اونها اخراج کردن از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، اونا هم توضیحی ندادن. عملا یک شرایط پیچیده‌ای شده. بله، ظاهرا به بحران خودساخته اقتصادی جمهوری اسلامی، بحران ناکارآمدی و بحران فساد جمهوری اسلامی که به این اعتراضات انجامیده و در اون کشتار شدیدی صورت گرفته، داره یک بحران هسته‌ای جدیدم در افق پدیدار میشه و اون شاید این چیزی باشد که ماموران آژانس پیدا کردن در یک مرکزی احتمالاً ترقوزآباد است، ولی الان مهم نیست که در کجا. در هر حال محلیه که اعلام نشده است و از این لحاظ این موضوع نه در ارتباط با برجام الزاماً اهمیت داره، بلکه در ارتباط با تعهدات ایران در قبال NPT
قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و توافقنامه پادمانی ایران باش و فزون بر آن پروتکل الحاقی. در این ارتباط اهمیت پیدا می‌کنه زیرا محلیه که اعلان نشده است، برجام پرداخته به موضوعاتی قبل از این بهشون پرداخته شده بود و اونا رو مختوم اعلام کرده بود. حالا یک موضوع جدید رو میزه که آژانس در گزارشش ذکر کرده بود که در آنجا ذرات اورانیوم ساختی دست انسان پیدا شده و جمهوری اسلامی بهش جواب تا کنون نداده. حالا باید دید واقعا چگونه جوابی میدند، آیا جوابی هست که مورد پذیرش آژانس قرار بگیره یا نه. در هر حال میتونه دوباره تحت شرایطی این پرونده ایران رو دوباره به راه بندازه در جوار موضوع برجام. اصولا ایران چقدر میتونه پاسخ به این سوال رو به تأخیر بندازه؟ خب نمیشه بگی یه زمان براش نمیشه تعیین کرد، ولی همین موضوع شما اگه گزارش آژانس رو توجهش کرده باشید، همین که اخیراً منتشر شد، عدد انتشار بیرونی هنوز نداشته اما خب درز میکنه، اونجا به این محل اشاره شده بود ولی هنوز فشاری روش نبود که ایران جواب باید بده. ولی اینکه آقای فروتا امروز تأکید میکنه که ایران باید برای این مسئله پاسخی بدهد، این معنیش اینه که تأکید روش هست، یه معنیش این است که ایران باید هرچه زودتر جواب بده. در واقع نمیتونم نامحدود طولش بده چون موضوعیه که رو میز باید به نحوی حل بشه. یا مثلا موضوع اون خانومی که مأمور آژانس که ایران بوده و بیرونش کردن که معلوم نیست واقعا به چه علتی، آیا یه مانور دولت ایرانه که مثلا فرض کنید بخوان تست بکنن، امتحان بکنن که اگر که ایران از پروتکل الحاقی بخواد بره بیرون واکنش آژانس چگونه خواهد بود. میتونه این باشه، اینو با قاطعیت نمیشه گفت، باید البته دید به طور دقیق که اون خانومی که خانم بازرسی که از ایران بیرون کردن چه اقدامی کرده. جواب دقیقی به این موضوع داده نشده، در حال این مجموعه چیزایی هم که مزید بر علت میشن و باعث میشن که ایران خب همینجور در این مسیر بحران و در مسیر کشت کشتار و قتل و عام و اینا قرار بگیرد. ممنونم از شما آقای بیات بهروز، بیات کارشناس پرونده هسته ایران. در ادامه تظاهرات ضد دولتی در عراق، امروز در بغداد پایتخت دو نفر کشته شدند و ده‌ها نفر زخمی. منابع بیمارستانی میگویند به یکی از کشته شدگان گلوله گاز اشکاور اصابت کرده. نفر دوم هم با مهمات جنگی کشته شده. طی نارامی‌های چند هفته اخیر در بغداد و شهرهای جنوب عراق بیش از 300 نفر کشته شدند. معترضان از فساد دولتی، بیکاری گسترده و کمبود خدمات عمومی خشمگینند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید دو استاد دانشگاه آمریکایی کابل که طالبان آزادشان کرده به آلمان رسیدند. دونالد ترامپ همچنین از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به خاطر آنچه پشتیبانی شجاعانه او از روند آزادی این دو گروگان خوانده تشکر کرده. کوین کینگ استرالیایی و تیموتی ویکس آمریکایی حدود 3 سال پیش در کابل ربوده شدند و تا 2 روز پیش در بند طالبان بودند. در ازای آزادی آنها دولت افغانستان 3 مقام ارشد گروه طالبان را آزاد کرده. یک گروه بین‌المللی ناظر بر اجرای ممنوعیت استفاده از مین هشدار داده که استفاده از ادوات انفجاری دستساز در حال افزایش است. گروه موسوم به ناظر مین گفته پارسال انفجار مین‌ها که نیمی از آنها دستساز بودند 7000 کشته یا زخمی به جا گذاشتند، عمدتاً در افغانستان، سوریه، میانمار و اوکراین. رئیس جمهوری اسرائیل رسماً از پارلمان این کشور خواسته نخست وزیر آینده را انتخاب کند. این درخواست پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس، رهبران دو حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات پیشین به دست آورده بودند، نتوانستند ائتلاف کنند. این اولین بار در تاریخ اسرائیل است که پارلمان باید نخست وزیر را تعیین کند. اگر پارلمان هم در این امر موفق نشود، یک بار دیگر باید انتخابات برگزار شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش‌های خبری ویژه ما همچنان ادامه خواهد داشت در ساعت آینده با ناجی غلامی و خود من هم در ساعت بعد در خدمت شما خواهم بود. ممنون از اینکه همراه ما بودید و ممنون از اینکه بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.